در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از اعمال محدودیت برای بانک ملی ایران در هامبورگ، پایان تحقیقات سازمان ملل درباره جنایات جنگی در یمن، افزایش قربانیان حمله انتحاری در قندوز افغانستان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 17 مهر، شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب از 238,100,000 و 4,860,000 نفر عبور کرد و شمار بهبود یافتگان به 215,300,000 نفر نزدیک شد. آمارها از کاهش مبتلایان و فوتی‌های کرونایی در آمریکا حکایت دارد و شمار قربانیان برزیل هم در حالی از مرز 600,000 نفر عبور کرده که این کشور به لطف واکسیناسیون گسترده همه‌گیری را به میزان قابل توجهی تحت کنترل درآورده است. همچنین پس از گذشت حدود 6 ماه شمار فوتی‌های روزانه ترکیه سرانجام به کمتر از 200 نفر کاهش پیدا کرد، اما ارمنستان روز جمعه بیشترین فوتی‌های روزانه خود در بیش از 10 ماه اخیر را ثبت کرد. در سوی دیگر جهان نیز شمار مبتلایان روزانه ژاپن پس از 4 ماه بار دیگر به کمتر از 1000 نفر رسید. افزایش قربانیان حمله انتحاری در قندوز افغانستان. شمار قربانیان حمله انتحاری گروه تروریستی داعش به مسجد شیعیان در ولایت قندوز افغانستان تا بعد از ظهر شنبه دست کم 100 نفر اعلام شده است. در این حمله که روز جمعه رخ داد و مسجد سیدآباد هدف آن بود، حدود 200 نفر نیز زخمی شدند. گروه تروریستی داعش که با حکمرانی طالبان بر افغانستان مخالف است، در هفته‌های اخیر چندین حمله در مناطق مختلف افغانستان به خصوص شرق این کشور انجام داده است. اعمال محدودیت برای بانک ملی ایران در هامبورگ. اداره نظارت دارایی آلمان روز جمعه از اعمال محدودیت بر شعبه بانک ملی ایران واقع در شهر هامبورگ خبر داد. بازرسان این اداره با مراجعه به شعبه هامبورگ بانک ملی، این بانک را از اعطای اعتبارات مالی و دادن وام به اشخاص و شرکت‌ها منع کرده‌اند. اداره نظارت دارایی آلمان علت این ممنوعیت را نقض شدن اصل مربوط به شفافیت از سوی این بانک ایرانی عنوان کرده است. در سوی دیگر اما آمریکا چند شرکت ایرانی از جمله گروه صنعتی ماموت را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است. این شرکت‌ها در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تأمین کالا برای برنامه موشکی ایران متهم شده بودند. پایان تحقیقات سازمان ملل درباره جنایات جنگی در یمن. بحرین، روسیه و دیگر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به توقف تحقیقات این سازمان در خصوص جنایات جنگی در یمن رأی دادند. در این رأی‌گیری اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه هلند در خصوص تمدید 2 ساله مأموریت بازرسان مستقل این سازمان برای بررسی جنایات جنگی در یمن را رد کردند. این نخستین بار در تاریخ 15 ساله این شوراست که تصویر به قطعنامه‌ای با شکست مواجه می‌شود. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر از لابی‌های گسترده عربستان سعودی برای شکست این قطعنامه خبر دادند. علاوه بر بحرین و روسیه، 21 کشور دیگر از جمله چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و ازبکستان مخالفت خود را با قطعنامه هلند اعلام کردند. هشدار درباره وضعیت غذایی در کره شمالی. به گفته متخصصان و یکی از کارشناسان سازمان ملل متحد، بررسی تصاویر ماهواره‌ای از برداشت محصولات کشاورزی در کره شمالی نشان می‌دهد امنیت غذایی در این کشور همچنان در وضعیت خطرناکی قرار دارد. علاوه بر سوء مدیریت کره شمالی در مسائل اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، بلایای طبیعی و همه‌گیری کرونا، وضعیت امنیت غذایی مردم این کشور را وخیم‌تر کرده است. این کشور معمولاً برای واردات و جبران کمبود غذا از چین کمک می‌گیرد، اما بسته شدن مرزها به علت همه‌گیری کرونا میزان تبادلات بین دو کشور را به شدت کاهش داده است. پیشتر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از وضعیت مواد غذایی در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. تعهد رئیس جمهور چین به اتحاد مجدد با تایوان. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه از تعهد خود بر اتحاد مجدد و مسالمت‌آمیز کشورش با تایوان خبر داد. تایوان در روزهای اخیر با فشارهای نظامی و سیاسی از سوی پکن روبرو شده است. چین خواستار این است که بار دیگر حکمرانی خود بر تایوان را به دست بیاورد، اما تایوان خود را یک کشور مستقل می‌داند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا نگرانی عمیق ایالات متحده از برهم خوردن صلح در تایوان را اعلام کرده است. از سوی دیگر
دیگر روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده در بحبوحه تنش‌ها میان چین و تایوان نیروهای ویژه آمریکایی به طور محرمانه نظامیان تایوانی را آموزش می‌دهند.